با سلام خدمت همه کسانی که این مصاحبه رو می‌بینن، به ویژه کسایی که خواننده سایت خبرگزاری ایسنا هستن. من یکی از چیزام اینه که هر جا رفتم، هیچ جا، الان مخصوصا میگم، میخوام جوونا بدونن باید کار بکنن، هیچ جایی من نرفتم بگم آقا منو بذارید اینجا، هیچ جا. من مجلسم که رفتم وزیر بشم نیومدم بگم آقا هر چی شما میگین درسته، نه حرف خودمو زدم یا ندارم یا دی ناراحت شدم به من رأی ندادن، اشکالی هم نداره. یه چیزایی رو میگفتن که مثلا بیا سر یه موضوعی، حالا مال بدنه، بیا عذرخواهی کن. من گفتم تو آره سر ماجرای تعصب، آره آره گفتم، من هیچی نمیگفتم ولی نکردم. گفته بودم به همین دلیل بهشون رأی اعتماد، بله دیگه، نگفتن. آره گفتم بیا عذرخواهی کن، گفتم من دنبالش نیستم، اگه بلدم کار بکنم. خب شما اومدین میگین بیا بکن دیگه. نه به من خیلی ها توصیه کردن از بزرگانی که تو مجلس بودن، آقا یک کلمه بگو معذرت میخوام. حتی صحبت میکردم نسخه پیش از دستور، کاغذ برای من فرستادن، من دارم یادداشت. البته اونا از سر خیرخواهانه بود، حتما جناح مخالف اون تفکری هم بود که من مثلا نمیدونم نهایت کردم. گفتن که آقا یک کلمه بگو معذرت میخوام دیگه، اوضاع مجلس خوب نیست بعد از صحبتهای آقای رئیس جمهور. ایشون هم خوب صحبت اون روز نکرد، چون گله کرد بیشتر مجلس تو جایی که منو معرفی بکنه. حالا این تو پرانتز میخوام بگم، من اینو من سوال، اگه عذرخواهی میکردین وزیر میشدین؟ همون بهتر که نشدم. من ببینی سه تا رای نیوردم، سه تا رای مینی میسریه دیگه. نه خیلی اصلا من بگیم یه ذره من تایی دلم چیزی دارم، حداقل اون کسی که اومد به من گفت اصرار کرد شما بیا صحبت بکن با آقای روحانی، من معرفی کردم، اون معرفی کرده منو. من یه صبح تا ظهر مقاومت کردم، آخر سر گفتم خب باشه میام، نمیخواستم برم. نه میخوام بدونم دلیل انتخاب نشدن چون غیر ورزشی بود دیگه. همین بود، همین بود. اگه میگم چون مستند دیگه، اگه غیر از اینه بگم. اونایی که رفتن بالا اون تریبون همین حرفا رو زدن دیگه، چیز دیگه نگفتن. البته با یه ادبیات دیگه میگفتن، مثلا به من میگفتن شما چجوری مثلا 156 تا اون موقع، الان که خیلی زیاد شده بیان ببینن، پایان نامه و رساله مثلا مشاور و راهنما بودی. گفتم خب من 20 سال تو دانشگاه، شما سالی 5 تا 10 تا 15 تا بگیری باید بشه مثلا 300 تا، خیلی بیشتر از اینا باید بشه. استاد دانشگاه همینن دیگه. ایرادای بی خودی بود، نمیخوام واردش زیاد بشم چون خیلی مهم نیستش. اومدم دیماهو تعطیل بود فوتبال، نه لیگی بود نه چیزی، و مسابقه ها هم به ما نمیدادن. من اولین کاری که کردم علتشو پرسیدم، گفتن که این فیفا خیلی به ما ظلم کرده. و خلاصه من گفتم که بهتره با اینا ارتباط برقرار کنیم. اولا آقای دکتر خبیری رو که از قبل از انقلاب میشناختم، فوتبال بازی میکردیم، ایشون تو تیم ما بود، تیم ملی هم بود آقای خبیری، بعد ازش خواهش کردم اومد دبیر فدراسیون شد. ما یادم اسفند 64 رفتیم با هابلانج و که رئیس فیفا بود، با آقای بلاتر اون موقع دبیر کلش بود، ملاقات کردیم و رفتیم که یه مقدار استاد تعامل بکنیم باهاشون. گفتیم که چرا نمیذاریم ما مسابقه برگزار بکنیم، مثلا مقدماتی جام جهانی المپیک نمیذاشتن اینجا بیاد. گفتن اونجا جنگ اینا. گفتم جنگ که کاری نداره با تهران، که ما مشکل نداریم. بعد گفتن که شما نوع مراوداتتون، مکالماتتون خوب نیست با ما، ما اتفاقا میخوایم توی ماه، اگر اشتباه نکنم اواخر مارس، میخوایم اینو ببریم توی هیئت رئیسه فیفا تصمیم گیری کنیم. گفتم برای چی؟ گفتش شما توی چیز به ما گفتین ما صهیونیستیم توی مکاتباتتون. اون موقع تلکس بود، دفعه یه تلکس بزرگ بود، بزرگ شده نیست. گفت بخونیم، ما خوندیم دیدیم خب گفتن، من نبا قبلی های ما گفتن. کی بود قبل از شما رئیس فدراسیون؟ ولش کن حالا دیگه. نه نه کلن میخوام بدن کی رئیس فدراسیون بود؟ نه کاری نداشته باشیم بهتر. گفتن، من نمیگم کدومشون گفته، ببین قبلی های من خیلی ها بودن، من نگفت، گفتم قبلیم نگفتم، گفتم قبلی هم. قبل از شما گفته بودن یعنی؟ گفته بودن. اوردن و ما هم نگاه، حالا ببینید شرایط کشورم بوده، انصاف هم باید داشته باشیم. مثلا
سه چهار سال از جنگ و اون فشارها و همه مسائلی که تو کشور بوده و بمباران‌ها و شما موقع کوچولو بودی دیگه، مثلا الان گفتی سه ساله بوده، درست میگم؟ من به دنیا نیومده بودم 64. 64 به دنیا نیومده بودی؟ دیگه نیومده بودی. آن 68 دی؟ فکرم گفتی 61. 60... خب ببین اون موقع شرایط خیلی شرایط بدی بود. الان خیلی نسبت به اون موقع بهتره. حداقل تهران رو با موشک نمی‌زدن. حداقلش این بود دیگه. بعد ما صحبت کردیم باشون، گفتیم که ما متعهد میشیم که همه مقررات شما رو قبول بکنیم و هیچ تخطی نمی‌کنیم مطابق اون چیزی که ما عضو شما هستیم. شما می‌خواید فوتبال تو یه نقطه ای از کشور تو آسیا تعطیل بشه، با این قدمتی که ایران داره ما قهرمان آسیا هستیم. شروع کردن براش گفتن، سه بار جام ملت‌ها رو بردیم، جام باشگاه‌ها رو بردیم، ما قهرمان بازی‌های آسیایی تهرانیم. 74 نزدیک بود بهش، یعنی نگذشته بود. ما مردممون علاقه‌مندن به فوتبال، شما با این کارتون مردم ما رو دارین محروم می‌کنین. این که درست نیستش که شما فرصت به ما بدین، اگر یه موقعی مشکلی پیش اومد باشه. قبول کرد، گفتش که ولی ما باید توی رئیس مطرح کنیم. گفتم نه، شما قبول بکنید ما تیم دعوت کنیم. گفت شما یه تورنمنت دوستانه بذارید، دو سه تا تیم، حتما یکیش اروپایی باشه یکی آفریقایی، دعوت کنید ما ببینیم چی میشه، هم برگزاریتون رو ببینیم، هم تماشاچیتون رو ببینیم، هم کلا ببینیم، بعد تصمیم میگیریم. 14 تا بازیکن یه چیز البته بی‌معنی، استعفا کردن تیم ملی. نه استعفا دادن، ما اومدیم گفتیم اصلا معنی نداره اینا، آدم از تیم ملی که استعفا نمی‌کنه. اون اون استعفای 14 نفر دوره ریاست شما تو فدراسیون فوتبال بود؟ بله، الان میخوام بگم. بله. ما علتش این بود که آقای دهتری رویش اینه. چون یه معلمه به نظر من، خیلی از نظر فنی هم خیلی بالاست. آدمی نیستش گونه که باش کار کردن میدونن. براش مسائل اخلاقی اصله. یک. بعدم ایشون یه حرف اساسی داشت. میگفت ورزشکار فوتبالیست باید فقط تمرینش رو بکنه، مسابقه بده. تو هیچ کار دیگه دخالت نباید داشته. الان فوتبال غرب غیر از اینه. همینه. مربی هم مربیگریشو میکنه. خبرنگارم خبرنگاریشو میکنه، رئیس فدراسیون هم رئیس فدراسیون بکنه، دخالتی تو کار تیم ملی نباید بکنه. میتونه صحبت بکنه ولی به اونا میگفت نباید دخالت. اون موقع بعضی از بازیکن‌ها، خب فوتبال یه مقدار بازیکن سالاری شده بود، دوست داشتن که مثلا نفرات رفقاشون باشن تو تیم. حالا تازه وقتی هم که انتخاب میشدن میگفتن اینا بازی بکنن. مثلا آقای دهتری هم خیلی سریع به اصطلاح برخورد میکرد. قاطع همون اول قطع کرده بود. گفته بود اصلا این صحبتو با من نکنید. شما برین تمرینتون رو بکنید. خب اینا بهشون بر میخورد دیگه. بعد ولی خب با هم بودن. اومدن و بعد از اینی که بازی و مسابقات تموم شد، البته از قبل اونجا با هم دیگه توافق کرده بودن، اومدن گفتن ما از تیم ملی استعفا میدیم. من نظر من تیم ملی استعفا دادن همین الان هم معنی نداره. شما میتونی بگی از تیم ملی خداحافظی میکنن دیگه نیاد، ولی مگه شما ضمانت شده دفعه بعد دعوتت بکنه اصلا بهترین بازیکن که از تیم ملی استعفا میدی؟ تیم ملی در هر دوره‌ای که تشکیل میشه برای یه دور مسابقه میشه تیم ملی. تیم ملی استخدامی که نیست که بگی اردو اردوه. تیم ملی استخدامی نیست شما بگی استعفا میدم. اینا خب حالا گفتن ما از تیم ملی استعفا دادیم. خب ما رفتیم تو کمیته انضباطی و اعضا همه بودن و سرمربی تیم ملی هم اومد با مربی و توضیحشون رو دادن. بعدم خب گفتیم که خب اصلا ما استعفا کاری نداریم، ولی اینا به جهت این مسائل که داشتن محروم، اصلا محرومیت برای یک سال. آقای دهتری هم رفتش از دست دو و دست سه بازیکن برداشته بود که امروز شدن مجید نامجو مطلق، مجتبی محرمی، مهدی فنونزاده، مرتضی فنونزاده، عابدزاده، نمیدونم بخوام بشمارم خیلی میشه دیگه، خیلی ها بودن. خب اومدن و تیم ملی هم تشکیل شد و جواد زرینچه مثلا دست دو تکاور بازی میکرد. من همه باشگاه ها رو میدونم. اومدن ایشون تیم ملی رو تشکیل داد دیگه. گفت این مملکت فوتبالی زیاده توش،
یه ذره من میگردم تو کشور پیدا میکنم، پیدا کرد. زمانی که ما بودیم میتونستیم المپیک لس آنجلس بریم، ولی دولت اصلا کلا تحریم کردش، دولت تحریم کرد، هم المپیک مسکو رو تحریم کرد. اون موقع ما کمیته المپیک نبودم، من سازمان تربیت بدنیم، سال 58 بود دیگه اشتباه نکنم، ولی المپیک لس آنجلس 1984 رو و 1980 رو خب فقط هم ایران نکرد، 80 و غربی ها خیلی هاشون نرفتن، 84 هم خیلی از شرقی ها نرفتن، ما هم هر دوتاشون نرفتیم دیگه. شما عقیده شخصتون این بود که باید بریم یا نباید بریم؟ کی؟ الان نه یا نه همون دوره. اون موقع ببین اصلا تصمیم گیری رو به عقیده ما نذاشتن، از بالای ما توش دولت تصویب کردن به جهت مال به اصطلاح مسکو رو گفتن به جهت حضور نیروهای نظامی اتحاد جماهیر شوروی در کشور افغانستان، چون اشغال کرده ما تحریم میکنیم. قبل از اینی که غربی ها تحریم کنن ایران اصلا کرده، ضمن من بگم تاریخش هست، یعنی ما به تبع اونا نکردیم. مال لس آنجلس هم به جهت باز مثلا حمایت آمریکا از صدام و جنگ و مسائلی که بود، به این دلیل باز دولت باز قبل از غربی ها یعنی پیش دستی کردن تحریم کردن، ما اصلا موندیم. و جالب بود الان پرسیدیم، ببینید ما چون به اون ما از دولت خواسته بودیم به ما بگین آقا با کی مسابقه بدیم با کی ندیم، تو اوضاع جنگ بود دیگه، گفتن شما با همه میتونید مسابقه الا اسرائیل. بعد من یادمه خب حالا گفتن میتونید حتی با آمریکا مسابقه بدیم، ما مسابقه دادیم، ما تو مسابقه قهرمانی جهان کشتی مسابقه دادیم، تو اوج جنگ بود دیگه، ما اتفاقا سازمان تربیت بدنی بودیم، اتفاقا مسابقه هم دادیم، بچه همون هم بردن نه که باختن. با عراق هم مسابقه دادیم، ما تو دهلی با عراق بازی دادیم، تو سئول با عراق، عراق اونجا نذاشتن بیاد، ولی تو چرا سئول هم مسابقه دادیم، مثلا مسابقه رشته های مختلف هم مسابقه میداد، در حال جنگ بودیم باشون هم مسابقه، ولی مسابقه میدادیم. خب اون موقع ما گفتیم که خب وقتی ما مسابقه میدیم خب المپیک هم میتونستیم بریم، چرا نرفتیم؟ مثلا سال 84 با سال 96 چه تفاوتی کرد؟ تحریممون بیشتر شد دیگه، سال 96 ما رفتیم دیگه آمریکا رو. حالا اینه، البته ببین الان ما باید، من همیشه میگم مسائل تو شرایط زمانیش باید بررسی کنیم. دقیقا. اون موقع شرایط زمانی یه طوری بود که ما نباید میرفتیم لس آنجلس، و سال 96 شرایط زمانی یه طوری بود که رفتیم، سال 2002 المپیک زمستانی رفتیم، الان هم هیچ موقع بعدش هم خیلی تیمایی ما رفتن مسابقات مثلا جام جهانی کشتی شرکت کردن، مسابقات دوستانه رفتن بازی کردن، والیبالمون رفته بازی کرده، واترپولمون رفته، تنیس رو رفته، شنا رفته، نمیدونم فوتبالمون حتی رفته مسابقه داده دیگه، مشکلی نبوده. میگم رفته تو خود آمریکا حتی رفته بازی کرده. این شرایط زمانی است دیگه، اون موقع واقعا شرایط زمانی فشار خیلی زیاد بود،